یک پیغام جدید دارید. کوزه، چرا رفتی؟ بدون اینکه حرفی بزنی؟ کسی به هم چیزی نمیگه. اصلا سر در نمیارم. وقتی تو دادگاه تو رو ندیدم فهمیدم که یه چیزی شده، ولی گفتم منتظره تا من آزاد شم. جلوی در زندان منتظرم میمونه، بیرون که اومدم میاد بغلم میکنه. چرا رفتی؟ چرا بی خبر بدون اینکه حرفی بزنی؟ چرا؟ اینطوری نمیشه کوزه. خواهش میکنم باید حرف بزنی، باید یه چیزی بگی. نمیخوام باور کنم با پس کشیدی، چون من تسلیم نمیشم. اجازه نمیدم فرار کنی، چون دوست دارم کوزه، خیلی دوست دارم. پیغام خوانده شده دارید. کوزه، چرا رفتی؟ بدون اینکه حرفی بزنی؟ کسی به هم چیزی نمیگه. خوش اومدی. زود باش برو تو پسرم، به خونت خوش اومدی. خوشحالم که برگشتی. خیلی ممنونم. بس دیگه باریش، بس. دست از سرم بردار. اگه میخوای بیشتر از آبروت نره بلم کن. خواهش میکنم منم بل کن. نمیذارم مال کوزه بشی. باریش ولم کن، ولم کن باریش. لعنتی عوضی. اگه بخوای میتونی بیای بالا پیش ما بمونی. حتی گفتم اتاقت هم آماده کنم، شاید دلت نخواد اینجا باشی. همینجا میمونم. نذاشتن هیچ ردی از اون ماجرا باقی بمونه. منم میخوام همینجا بمونم و هر ردی که تو وجودم مونده رو پاک کنم. میخوام به زندگی عادیم برگردم، هرچه زودتر بهتره. به دوربینای در ورودی اضافه کردیم، برای در پشتی هم نگهبان گذاشتم. سیستم امنیتی دوباره کنترل شده و چک شده، جایی هیچ نگرانی نیست. خدا رو شکر. البته اگر خودت در رو باز نکنی. مامان لطفاً، میخوام یکم استراحت کنم. باشه، موقع غذا خوردن میبینمت. اگه چیزی لازم داشتی من امروز خونم، شرکت نمیرم. دورو بر خونه پر از خبرنگاره.
خیلی مراقب باش دخترم، آقای باریش به سکوت احتیاج دارن، حواست باشه. نگران نباشین خانم. الو، تو کجایی؟ کوزه رو بدرقه کردم، جمررم رسوندم خونه. این همه زحمت با خاطر تو کشیدم. اونا اصلا برام مهم نیستن، نه جمره نه کوزه. از دختر فرهاد بگو. چی شد؟ منتظر زنگشم. منتظر زنگشم؟ با منتظر موندن چیزی درست نمیشه. اگه زنگ نزنه چی؟ باید چی کار کنیم؟ آروم باش، به احتمال زیاد امروز همدیگر رو میبینیم. الان دارم میرم یه جلسه، بعدا حرف میزنیم. سلام، من بوراک چتالجلیم. فکر کنم منو میشناسی، مگه نه؟ آره. حالا منم میدونم تو کی هستی. قبل از حادثه احساس میکردم یه موتور سوار تعقیبم میکنه، ولی حالا دیگه مطمئنم تو بودی. بعد از اون حادثه خب معلومه که توهم بزنی، ولی من نبودم. باریش، گونه ای تو؟ بین شما ستا یه قضیه هست. مثلا چی؟ واسه من فیلم بازی نکنده نیست. شما ستا دارین یه کارایی میکنی. واقعا نمیدونم داری از چه حرف میزنی. این که دوباره پیدات شده و همه جا هستی مربوط به کشته شدن بابات میشه نه؟ اون موضوع اصلا برام مهم نیست. من اینطوری فکر نمی کنم. اگه برات مهم نبود نمیومدی دادگاه محاکمه را از نزدیک ببینی. اون روز بیرون دادگاه دیدم تو، تعقیبت کردم. از اون روز تا حالا هم تعقیبت میکنم، هر لحظه همه جا. حتما خیلی بیکاری. ببین منو، هر طور شده میفهمم شما ستا دارین چی کار میکنین، ولی اگه خودت بخوای توضیح بدی گوش میکنم. من حرفی واسه گفتن ندارم. باشه، پس منم از کوزه میپرسم. اولش واسه دیدن باریش اومدی بیمارستان، تو رو که دید به هم ریخت. بعد با گونه یه جا قرار گذاشتی و حرف زدی. کوزه از همه اینا خبر داره، حتما به هم میگه. از هر کی میخوای بپرس، فقط راحتم بذار. خب باشه. باریش حاکمن به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد و برای استراحت راهی خانه شد. وی که ادعا می کرد به وسیله همسرش زخمی شده، بعد از چند روز سلامتیش را بازیافت. جمره حاکمن نیز حکم آزادیش داده شد. چرا خاموش کردی؟ روشنش کن. نه جانم، اخبار گوش نمی کردیم، همینطوری تلویزیون تماشا می کردیم یا اخبار اومد. چی گفت؟ چیزی نگفت، با خبرنگار حرف نزد. یه توضیحی به رسانه ها دادن، تو مدتی که حکم آزادی صادر میشه کارای طلاق هم انجام میشه، از اینجور حرفا، همون چیزایی که هممون میدونیم دیگه. تو چی کار کردی؟ تونستی بخوابی؟ آی، ولی رنگ و روش برگشته، مگه نه؟ حالش بهتر شده. آی، دختر نازم برگشته پیشم، عزیز دلم.
قربونت برم دختر نازم، خدا یا هزار مرتبه شکر، دختر نازم پیشمه، دیگه دخترم پیشمه. الان برای چایی درست میکنم، کیک داریم، کلوچه داریم، صبحونه برات درست میکنم. ها برای اینکه ساکتم کنی باید حتما یه چیزی بریزی تای حلقم مامان جان. اینطوری نگو جمره جان، از بس چیزی نخوردی پوست و استخون شدی. وای مامان بزرگش نکن. آره دقیقا همینطوره. شرف کجاست؟ رفته اداره پلیس، شب میاد. پس آدنا رفتنش قطعیه درسته؟ بله قربان، لیست مسافرهای اون شرکت رو نگاه کردیم، به اسم سیمایت بلیت گرفته و سوار هواپیما شده. بعد از آدنا هم ردش رو گم کردین؟ دوربینا رو چک کردیم، متاسفانه ردی ازش پیدا نکردیم. ممکنه از اونجا رفته باشه مرسین، برای اینکه سر قبر پدر و مادرش بره، ولی اونجا هم نمیتونه بمونه، قوم و خیشاش قبول نمیکنن. خیلی خوب، اکیپ به تحقیقاتشون ادامه بدن، مخصوصا هتل‌ها رو بررسی کنن، ورود و خروج‌ها رو هم کنترل کنن. فهمیدی؟ اطاعت میشه. نظافت و کارای خونه، ولی نه میتونم از بچه‌هام نگهداری کنم، حتی بچه‌های بزرگتر مثلا مدرسه ای. ولی گفتین تجربه‌شو نداری؟ ندارم، ولی از خودم خیلی مطمئنم، خواهر برادرامو خودم بزرگ کردم. ولی مردم اینو به عنوان سابقه قبول نمی‌کنن. ببینید من واقعا به کار احتیاج دارم، اگه لازم باشه هم شبا کار میکنم هم روزا، فقط یه جا واسه موندن میخوام. شما کلا باید آموزش ببینین دخترم. خواهش میکنم یکم درک کنید. ببینید پیش خدمتم میتونم باشم، تجربه‌شو دارم. پس این فرمو تکمیل کن، برگارم پر میکنی و میاریش، مشخصاتت هم ثبت میکنیم، محل زندگی و عدم سوء پیشینه از اداره پلیس و یه روزه تموم میشه. فقط محل زندگیم هنوز مشخص نیست، فعلا آدرسی ندارم، آخه تازه اومدم ازمیر، هنوز خونه نگرفتم. گفتی از کجا اومدی؟ استانبول. باشه آدرس محل اقامتتو بعدا اضافه میکنی، فعلا این مدارکو تکمیل کن و بیار. چیزه، امیدوارم نگی اونارم نمیتونی بیاری. چیزه نه، من نمیتونم مدارک رسمی بیارم، من از روی ناچاری اومدم اینجا، از پیش خانوادم فرار کردم، میخواستن به زودی با کسی که نمیخوام ازدواج کنم، یه سری اتفاقات ناخوشایند پیش اومد، بعدشم تبدیل شد به یه چیزی شبیه جنگ طایفه‌ای. ولی اینطوری نمیشه، مردم میخوان بدونن کسی که براشون کار میکنه کیه، هیچ جا شما رو با این شرایط قبول نمیکنن. ببینید من باید کار کنم، خواهش میکنم کمکم کنید. با این شرایط هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. آیا یه روزنامه رو نگاه کن، شاید بتونی کار پیدا کنی. منو ببخش. باشه خیلی ممنون. فرصت زیادی نداریم، قبل از اینکه بانو حسابای بانکی رو کنترل کنه باید زمینا رو رد کنیم بره. وقتی ارزششون هر روز بالاتر میره هر چقدر دیرتر بفروشیم بهتره. آره ولی نمیتونم بیشتر از این ریسک کنم، باید پولو به موقعش بذارم سر جاش. همش باید از کار حرف بزنیم، اون موقع هم که با هم بودیم همش حواست پیش زمینا بود. حق با تو بود. برای نتیجه دادن پروژمون باید جاپامو محکمتر بذارم، برای همین وقتی هم برای از دست دادن نیست. وقت نداریم. هیچ خونه هم مثل کافه های دیگه توی یه ردیف جلو شیشه گذاشته میشه درسته؟ چون این فرچل چیز نمیدونم فرچل بود فرانچل بود نمیدونم اسمشو خوب یادم نیست، خودت بگو اسمش، باید همون باشه دیگه، طبق اون تر پیش میریم متوجه باشه. خیلی خوب، اتفاقا معمارا قبلا اومدن همه جا رو بررسی کردن. خیلی خوب، این یخچال رو هم بی زحمت بذارین این کنار که رفت اومد میشه راحت تر باشه، کنار پیشخون بذارین. باشه حتما، حواستون به همه چی باشه ها. باشه بفرمین آقا. بیار پسر، رئیس از استانبول اومده. مرسی. نوشه جونتو. مرسی پسر، مرسی. ببخشید آقا، یه چای درست حسابی هم نشد خدمتتون بیارم. نه بابا، این چه حرفیه؟ به کارتون برسین، یه عالمه کار است که باید انجام بدین. من همین امروز باید برم.
قسمت شد میرم اسکشهیر. ایشالا به سلامتی، امیدوارم کارا خوب پیش بره. امیدوارم. میبخشین. سب کن سب کن، اینا رو میذاریم بیرون. جوون، این دوروبرا مغازه چیزی هست که من بخوام یه تلفن بزنم؟ ببخشید. جلوتر داخل پاساژ هستش. این طرف؟ بله. اگه چیزی لازم دارین بچه‌ها رو بفرستم. نه خودم پیداش میکنم. کجا بذارم؟ همت گه. اینا رو میاریم. شما به کارتون برسید. با من بیا. سه پیغام جدید دارید. پیغام یک. آره کوزی. با جمبر حرف زدم. تا جایی که تونستم سعی کردم توضیح بدم، ولی خیلی ناامید شد. رسماً به هم ریخت. فکر نمی‌کنم جمبره این ماجرا رو بیخیال شه. همه جا رو زیر و رو می‌کنه. تسلیم نمیشه. ببین، آینورم نمی‌دونه کجایی، ولی بازم باید کاریو که شروع کردی تا آخر پیش ببری. فراموش نکن. همه جا هم پر خبرنگاره. مارم تو دردسر ننداز. وقتی رسیدی اس ام اس نفرست که رسیدم و این حرفا. زنگ بزن، تماس بگیر. فقط تلفنی باشه؟ پیغاممو گرفتی، به هم زنگ بزن. یه موضوع مهم هست که باید ازت بپرسم. پیغام جمره، دخترم خسته نشده انقدر اینو گوش کردی؟ دارم خاطراتشو مرور میکنم. به هم میگفت پاندا. ای بابا، قبلنم گفته بود، گفته بود میخوام از باری که روشونم خلاص شم. گفته بود بار من از تو خیلی سنگین تره. دخترم اینا رو به گونه ای میگفت. منم اول اینطوری فکر میکردم. ولی الان مطمئنم که منظورش من بودم. جمره، نمیاد. اشتباه کردم، به اون اعتماد کردم. لعنتی. مگه چاره دیگه ای هم داشتی؟ مطمئنم بازی میده. با کوزه هم دست شده. داره بازی میده. داره سوء استفاده میکنه. شک ندارم که میخواد بیچارم بکنه. ولی بهش این اجازه رو نمیدم.
بیا اومد. آقای باریش مهمون داری. میان داخل. بفرمایید. بهت گفته بودم بی خودی نگران بودی. خوش اومدی، بیا تو. بالاخره امنیت اینجا رو بیشتر کردی. پس با اینجا آشنایی داری؟ پسرم به هم زنگ بزن، نگرانتم. باشه، به منم نگو کجایی، اما زنگ بزن صدا تو بشنوم، بدونم حالت خوبه. خیلی خوب، خیلی خوب، منتظرتم. پس کوزه رفت؟ بله. والا گنه به حرف آقای باریش گوش کرد، برادرشو برای رفتن راضی کرد. باریش خواسته بود که کوزه بره؟ مثل که اینطوری گفتن. نه، من نمیخورم، ممنون. از اینکه باریش برگشته خونه خیالم راحت تر شده. بله، خدا رو شکر. بانو کجا موند؟ تو خیریه با جان جلسه داشته، حتما جلسهشون طول کشیده. خیلی طول کشید. گنایم اومده اما بانو نیست. یعنی گنای رفت ویلای مهمون دنبال باریش، الان میاد بشینن سر میز شام، بانو هم نیومده. میگم بهتر نیست زنگ بزنیم؟ نه، احتیاجی نیست. خیلی خوب، باشه. پس من یه سر به آشپزخونه بزنم غذا رو حاضر کنن. همه ی عکس‌ها تو این مموریه. چطوری بهت اعتماد کنیم؟ عکس‌ها رو از بین بردم، از کامپیوترم هم پاک کردم. از کجا بدونیم جای دیگه ای کپی نکرده باشی؟ البته دونستنش غیر ممکنه، ولی مجبورین به هم اعتماد کنیم. من به خواستم رسیدم. جیم رو آزاد شد، منم همه چی رو به جون خریدم و اومدم مموری رو بهتون تحویل بدم. باور کردن یا نکردنش هم دیگه با خودتونه. گنه میشه اون مموری رو به من بدی؟ ضمناً بورک چاتالجلی هم به یه چیزی شک کرده، در جریان باشید. چی؟ این یعنی چی؟ مگه بورک میدونه؟ چیزی نمیدونه ولی شک کرده. وقتی با گنه قرار داشتم ما رو تعقیب کرده. به هم گفتی نتونستی پیداش کنی، کی هم دیگر رو دیدیم؟ روزی که اومده بود بیمارستان بیرون با هم حرف زدیم، حتما اون موقع دیده. چی بهت گفت؟ پرسید چه قضیه‌ای بینمونه. وقتی دید نمیگم گفت از کوزه‌ای میپرسم. اگه با کوزه‌ای حرف بزنه برای شما هم بد میشه. من فردا شما رو با کثافت‌کاریاتون تنها میذارم و میرم. یعنی شما از این به بعد به جای من از بوراک چاتالجلی بترسین. یه لحظه صبر کن ببینم. یه لحظه وایسا وایسا. بوراک در مورد کوزه دیگه چی گفت؟ دنیس. دنیس. بدش من. تو هیچ وقت طرف من نبودی. این مموری هم واسه نجات من از دست دختره نگرفتی. میخواستی علیه من ازش استفاده کنی ولی کور خوندی. تو چی داری میگی؟ برای به هم ریختن اوضاع احتیاجی به مدرک ندارم. شهادتم برای زمین زدنت کافیه، میدونی که با یه حرفم میتونم خلافت رو کنم. ولی نگران نباش، قصد همچین کاری ندارم. البته فعلا.
چیز دیگه نمیخواید آقا؟ نه داداش من، ممنونم. صورت حسابو بیار. چشم، منم میارم. چیزی یادت نرفته؟ نه، همه چی تو چمدونه. خب دیگه را بیافتیم بریم. نه آقا سامی، من میبرم. نه برمیدارم. اجازه بدین. خیلی خوب، بسه، ما میریم پایین، شما هم بیاین پایین. برید دیگه. بریم آقا سامی، پایین منتظر باشیم. بریم. بفرمایید. یه لحظه. گونه از تو هم خیلی ممنونم، زحمت کشیدی، اون عوضی رو راضی کردی، ممنونم. خواهش میکنم. منم میرم، از این به بعد همه آزادیم، هم تو آزادی هم من. به هر حال زمان رو نمیشه به عقب برگردوند، وقتی که نمیتونی بعضی چیزا رو از همون اولش عوض کنی باید بذاری بری. اگه از همون اول وقتی مانعی پیش پات باشه ولی نتونی ازش رد شی، دیگه نمیتونی بزنیش کنار. حتی اگرم بخوای نمیره، بخوای فراموشش کنی بازم نمیشه. فراموش نشدنیه، دست خودت نیست، این یعنی غیر ممکنه. آدم باید حافظش رو پاک کنه. وقتی چیزی غیر ممکنه یعنی غیر ممکنه. اگه دستات بسته باشه با گفتن این که آزادت میکنم، آدم آزاد نمیشه. هر چقدرم که بگی من حاضرم فراموش کنم، اینو تو هم میدونی، فراموش نمی کنی. منم فراموش نمی کنم. یعنی میگی به خاطر من میری؟ چون منو بیشتر از اون دوست داری؟ به خاطر قولی که به خودم دادم میرم. بفرمایید. خیلی ممنونم. ممنونم. ممنون. یه زنگ به بانو بزن. تا آخرین باری که بهش زنگ زدم داشت راه میافتاد. آخه تا این ساعت مگه کار میکنن؟ تازه از بیماریش خلاص شده، خودشو خسته میکنه. بانو از کارش خیلی راضیه هندان خانم. جانم مراقبشه و حواسش هست. اجازه نمیده بانو خودشو خسته کنه. باشه، اما بازم باید مواظب باشه. بانوش ضعیفه. به خدا میترسم بازم مریض شه. مامان بانو حالش خوبه، نگران نباش. کار کردن حالشو بهتر میکنه. درسته. به نظر من به جای درمان باید کار کنه. این پروژه واقعا بانو رو به زندگی برگردوند. یه انرژی تازه پیدا کرده. انگار یه جون تازه گرفته. میخوام قدرتی به دست بیارم که بتونم زندگیمو عوض کنم. همیشه اینو از خدا میخوام.
خوش اومدین. بیا اومد. خدا رو شکر. خوش اومدی. شبتون بخیر. خوش اومدی عزیزم. مامان جون. خوش اومدی دخترم. چطوری باریش؟ حالت خوبه؟ خوبم. کجا موندی؟ کم مونده بود هاندا خانوم زنگ بزنه عکساتو بده روزنامه ها. خیلی کار کردیم ولی نتیجهش خوب بود. یه خبر براتون دارم. من برم بگم غذا رو آماده کنن. سر میز تعریف میکنی. زحمت نکشین، غذامو با جان خوردم. بگو عزیزم، انشالله که خبر خوبیه. برای خیریه از اون زمینا صرف نظر کردیم. صرف نظر کردین؟ اون وقت چرا؟ داشت تموم میشد، اتفاقی افتاده؟ در مورد زمینا یه مشکلی پیش اومد. ظاهراً تا یه مدت طولانی باید همینطور فضای سبز بمونه. برای یه ساخت و ساز مناسب دست نیست. بردار عزیزم، آخه مگه میشه؟ بانو، گزارشی که جان داد اینو میگه. همه ی اون زمینا رو من خودم بررسی کردم، بدون تحقیق که پیشنهاد نمی‌کردم. در مورد ساخت و سازش یه مشکلی هست. اینا مسائلی نیستن که نشه حلشون کرد با نقشه‌های جدید. حالا هر چی گوری، ما از اون زمینا صرف نظر کردیم. نمی‌خوایم خودمون رو درگیر اونجا بکنیم. بعد از ظهرم قرار دادو کنسل کردیم. چی؟ ما که ضرر نمی کنیم. نه از لحاظ مالی هیچ ضرری نمی کنیم. فقط پولی که گذاشتیم و برمیداریم. البته برای مدیرای شرکت اطراف اون زمین که شرکتشونو با عجله بستن، یه شرکت بزرگ به حساب میاد. زمینه ای که یه دفعه قصد فروششو داشتن رو دستشون موند. حالا پروژه رو ادامه میدین دیگه، درسته؟ البته، اونی که از همه مهمتره پروژه منه. گنی، حسابای مربوط به این زمینا تا دو روز دیگه باید بسته بشه، چون من و جان یه زمین دیگه پیدا کردیم. کاش منم از این تصمیمتون باخبر میکردین. بهتره اینجا در موردش بحث نکنیم. فقط ازت میخوام پولی که سرمایه گذاری کردیم فوراً برگردونده بشه. من خیلی خسته شدم، واسه یه همین امشب میخوام سود بخوابم. شب همگی بخیر. شب بخیر. خوب بخوابی دخترم. امروز با بهار بیدار شدم. بعد از دیدار دیروزمون انگار وجودم لبریز از تابستون شد. خیلی خوشحالم کوزه. حتی اینجام خوشحالم، یعنی تا این حد. با یک کلمه حرفت رویاهام به واقعیت پیوست. منو به زندگی برگردوندی. همه ابرا کنار رفتن، آفتاب در اومده. حالا هر طرفو که نگاه میکنم تو رو میبینم. برای همین همه جا رو با امید و لبخند نگاه میکنم. لبخندی که هیچ وقت از صورتم محو نمیشه. نمیذارم کسی بفهمه تو توی لبخند من پنهونی. وقتی بیرون میرم همش به کاری که باید بکنیم فکر میکنم. تو رویاهام دستت همیشه تو دستمه. برای اینکه روزای تلخ گذشته رو فراموش کنی. اطرافمون فقط کسایی که دوستشون داریم هستن. همه لحظه های تلخو فراموش میکنی. یه زندگی شاد و خوشبخت منتظرمونه. میخوام لحظه لحظه در کنارت باشم. با همه وجودم مال تو باشم.
داداش یه لیوان آب بده. وای این قشنگه، پانسیون کامل در فتحیه بین راهی، یعنی امکاناتش چطوره؟ قسطی هم میدن جمره، به خدا این یکی حرف نداره. جمره نظرت چیه؟ اینجا دیگه نمونیم انقدر، اینطوری از ساحل را بیفتیم، سه روز اینجا یه روز یه جای دیگه، اینطوری بهتر نیست به نظرت؟ اینطوری کلی جارم میبینیم، میگی خسته میشیم؟ چه خستگی بابا، برامون تنوع هم میشه، این کارو بکنیم. این کارو بکنیم جمره. میگه آیا شما هنوز زیبایی های دریای سیاه را کشف نکردین؟ نکردیم دیگه. تور دریای سیاه هم قشنگه ها، میریم رو عرشه، هوای تمیز، کلی اکسیژن پر میکنیم تو ریه هامون. اونم نمیخوای؟ آنتالیا چطوره جمره؟ اون که اصلا نمیشه، یاد کوزه میفته. بله جمره. زینب میشه یه کاری برام انجام بدی؟ حتما، اگه از دستم بر بیاد چرا که نه. چیزه، میشه لیست مکانای جدیدی که قراره مکارا افتتاحش رو بهم بدی؟ میخوای بری دنبال کوزهی؟ زینب خواهش میکنم، شاید تو بدونی کجاست. من نمیدونم، ضمناً همچین لیستی هم ندارم. مگه طراحیاشونو تو نکردی؟ تو هر منطقه چند تا شعبه هست میدونی؟ آره 200 شعبه هست جمره، چی کار میخوای بکنی؟ یکی یکی به همشون سر بزنی؟ تو فقط اونایی که تازه باز شده رو بگو لطفاً. باشه، اگه پیدا کردم میگم. خیلی ازت ممنونم. مجبورم این کارو بکنم مامان، باید پیداش کنم. برو جمره، برو. بعد این همه اتفاقی که افتاده در مورد آینده هر دوتون، دوتایی تصمیم بگیرین، فقط تصمیم اون نباشه. بانو همه چیزو میتونه. اگه اینطوری بود که میومد سراغت. به یه چیزی شک کرده، یه اتفاقی افتاده ولی نمیدونم چیه، وگرنه برای چی میخواد منو بذاره کنار؟ واسه چی میخواد همه کارا رو خودش انجام بده؟ حالا تو یه خورده آروم بگیر لطفا. ملده چی داری واسه خودت میگی؟ من اون پولو باید بذارمش سر جاش. از کجا پیدا کنم؟ چطوری بدون اینکه نفهم من لاپوشونی کنم؟ باید فورا اون زمینا رو بفروشیم، هر چه زودتر. من که میگم هیچی نمیدونه، داره بلوف میزنه. خیلی خب، حالا هرچی، من دیگه نمیخوام ریسک کنم. اون زمینه باید بفروشیم. مزخرف نگو، ماهاست دنبال این کارم. وقتی دارم به نتیجه میرسم که پا پس نمیکشم. واقعا؟ پس من چی میشم؟
اگه بفهمن تو این کار دست دارم بیچاره میشن. نمیفهمن. هفته دیگه زمینا رو میفروشی و پولو میذاری سر جاش. ولی من نمیخوام فرصتمو از دست بدم. فوراً اونا رو میفروشیم. من نمیتونم ضرر کنم. الانش هم ضرر کردین. اگه بفهمن سینانرامون زمینو برای خیریه نمیخرن. اینو بفهم. حتی اگه آگهی بدیم مجبوریم زیر قیمت بفروشیمش. البته اگه خریداری باشه. قهوه خواسته بودم. سرویس اتاق. خیلی ممنون. بقیهش خودم حل میکنم. صداتون تا بیرون میاد. چی شده؟ مزاحمتون شدم؟ داشتین با هم خوب کنار میامدین. بانو چی؟ میخوای توضیح بدی مگه نه؟ بذار اول من بگم. از نقشه فوق‌العاده‌تون با خبر شدم. همچین چیزی نیست. نقشه چیه؟ فکر کدومتون بود؟ فکر تو بود؟ ها؟ نکنه فکر تو بود؟ ببین بانو، باور کن سوء تفاهم شده عزیزم، مطمئن باش. از چند هفته پیش پروژه رو مورد بررسی قرار دادیم. بانو یه لحظه گوش کن. نخواستم قبل از مطمئن شدن باهات رو در رو بشم. واسه همین چند روزه دارم تحملت میکنم. ولی دیگه مطمئنم، همه چی معلوم شد. چیه؟ زن بیمارت از جاش بلند شده؟ آره، انگار واسه خوب شدن به یادم مریض‌تر احتیاج داشتم. عزیزم قسم میخورم، ببین من میخواستم سپرایزت کنم. حتی بعد از تموم شدن کار میخواستم. بسه دیگه، ساکت چگونه ای؟ اینقدر به شعورم توهین نکن. دیگه تحمل این صحنه رو ندارم. بانو 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 یه لحظه صبر کن. بانو عزیزم یه لحظه گوش کن. تو دستاتو بکش بانو، یه لحظه گوش کن. آخه گوش کن ببین من چی میگم. تو خیلی شنیدم کنی. به اندازه کافی فریبم دادی. حالا دیگه از خواب بیدار شدم. میگم اونطوری که تو فکر میکنی نیست. آره هیچی اونطوری که فکر میکردم نبود. تو اون قهرمانی که ساختم نیستی. تو اون گونه ای که عاشقش بودم نیستی. عزیزم بیا بریم بشینیم اینجا دو تایی با هم دیگه صحبت کنیم. اینجوری نیست. باور کن اینجوری تموم شد. چی گفتم؟ تموم شد. عشقم خواهش میکنم بانو، من دوستت دارم، ازت خواهش میکنم این کارو نکن. دیگه فریب این حرفاتو نمیخورم. عزیزم خواهش میکنم بانو، یه لحظه به من گوش کن. تو یادم پستی که برای به دست آوردن فرصت منو با رویای یه بچه گول زدی. تو یادم پستی، تو خائنی. من تو رو واقعا دوست دارم، اون بچه رو واقعا میخوام. بلم کن، رابطت با ملدا رو تازه نفهمیدم. من دوستت دارم بانو عزیزم. با تمام این حرفا یه شانس دوباره به خودمون دادم. با خودم گفتم تو اون مدت احتیاج به عشق و محبت داشتی. با این که میدونستم هر چی میگفتی دروغ بود، سعی کردم دروغتو باور کنم. عزیزم من دروغ نگفتم، قسم میخورم دروغ نگفتم. دیگه بیشتر از این در حق خودم بی‌انصافی نمیکنم. ازت طلاق میگیرم. نمیتونی با آقای الان حرف بزنی. من طلاقت نمیدم بانو. گونه ای خدا رو شکر کن نمیندازمت زندان. مبلغشو تعیین کردم. هر لیره ای که از حسابم برداشتی ازش میگذرم، فقط به خاطر اینکه از زندگیم بری بیرون. الانم با مادرم میریم آنکارا کارای شهرداری رو انجام بدیم. وقتی برگشتم گور تو از زندگیم گم کرده باش. بانو 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 عزیزم حالت خوبه؟ فعلا با اجازه. اصلا ناراحت نشدم مامان، برعکس لذت بردم. اگه عجله نکنین به پرواز نمیرسین. بریم. من فردا مستقیم میام جلسه. باشه، پس فردا تو جلسه شما رو میبینم. به خاطر همه چی ازت ممنونم.
همه چیزا تو به هم ریختی نه؟ تو زن من هوایی کردی مرتی که قبل از اینکه بیشتر از این بری تو لچن کثافت کاریاتو تمیز کن، اینطوری به نفعت میشه. بازیگر معروف آمریکایی موقعی تعطیلاتش توی استانبول گیر افتاده. خیلی به موقع است. الان همه خبرنگارا میافتن دنبال اینا. چی شده؟ سهمتو به من انتقال میدی، فهمیدی؟ اصلا جا نخوردم، انتظار همچین چیزی رو داشتم، ولی فکر نمیکردم تا این حد پیش بری. چقدر میخوای؟ همشو یا یه قسمتیشو؟ اگه حرف زنم نابود میشی، به خاطر قصد قتل براک میفتی زندان، هیچ کس هم نمیتونه کمکت کنه. شنیدی؟ پس فطرت، فکر میکنی اگه همچین کاری بکنی بانو پیشت میمونه؟ اتفاقا میخواد طلاق بگیره. همه چیو پشت سرم نمیسرم برم، محاله برم. اولا تو اون شرکت من بیشتر از همه زحمت کشیدم. میشنوی چی میگم؟ فکر کردی من میرم عمرن اگه از دستم خلاص شین؟ در مقابل ساکت موندنم سهمتو به من میدی، در مقابل آزادی 10% مال من میشه. خانم سلما، هنوز منتظر شناسنامتون هستیم. هنوز صادر نشده. یعنی چی؟ یه روزه صادر میشه؟ نتونستم برم پیش مدیر ثبت کار داشتم. ولی به اندازه کافی صبر کردیم. بدون شناسنامه بیشتر از این نمیتونید اینجا بمونید. جریمه سنگینی داره، میدونید که. حساب من اینجا چقدر شده؟ الان نگاه میکنم. $335. تسویه حساب میکنید؟ نه، اما حسابمو تا امروز پرداخت میکنم، بدهی نداشته باشم بقیهش بمونه. چند روز دیگه هم اینجا. ببین عزیزم، خوب شده؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم. این دیگه کیه؟ اوف. الو الو الو، منم سیمای. سیمای، خدا بگم چی کارت کنه؟ تو کجایی؟ از تلفن یکی از دوستام دارم زنگ میزنم. خیلی خوب فهمیدم، یه خط جدید گرفتی. ولی نگران نباش، شماره تو به کسی نمیدم، اصلا به کسی مربوط نیست. وضعیتم خیلی بده، اینجا هنوز هیچ کاری پیدا نکردم. اگه شماره حسابمو برات اسمس کنم میتونی به هم پول قرض بدی؟ تو الان کجایی؟ کجا بودنم مهم نیست، الان خیلی تحت فشارم. غیر از تو هیچ کسو ندارم که ازش قرض بگیرم. به خود تو اولین فرصت بهت برمیگردونم. خب اگه جا تو به هم بگی، یه کار خوب نون و آب دارم برات پیدا میکنم. من از اینجور چیزا نمیخوام، میدونی که واقعا به کمکت احتیاج دارم. یکم به هم پول قرض بده، خواهش میکنم. کمکی که باید کردم تو رو راست نبودی، به هم دروغ گفتی. بعد رفتنت هم شوهرت اومد. کوزی؟ اونم با پلیس. معلومه دردت یه چیز دیگه است. اگه ناز نکنی میتونم یه راه بی سر صدا بهت نشون بدم که بتونی بری. کوزی چی گفت؟ دنبال تو میگشت، میخواست ببینه کجا رفتی. بعد کمیسری که پیشش بود اومد کلاب. در مورد شبی که پیش من موندی کلی سوال کرد. جریان باریش حاکمه رو که یادته، زنش زخمیش کرده بود.
پرسید همون شب پیش من موندی یا نه؟ تو هم بهش گفتی؟ گفتم آره، چی باید میگفتم؟ ببینم، ارتباطی با اون قضیه داری؟ آخه من چه ارتباطی میتونم با اونا داشته باشم؟ پس برای چی میپرسن؟ چه میدونم، حتما دردشون یه چیز دیگه است. خب دیگه، خیلی مشغولت کردم، بعدن حرف میزنیم. فعلا خداحافظ. 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 الو، منم. دوست سیمای. آها، آره، زنگ زد؟ آره زنگ زد، الان قطع کرد. خب کجاست؟ نگفت، گفت با تلفن یه نفر دیگه زنگ میزنه. معلومه یه خط جدید گرفته. باشه، شمارشو به هم بده. باشه، اسمس میکنم. تو هم دیگه راحتم میذاری، باشه؟ گفتی کمک کنم، اینم کمک. دیگه کارت با من تموم شد. وقتی سیمایو پیدا کردم کارم با تو تموم میشه. زود شمارشو برام اسمس کن. باشه، الان میفرستم. خوش اومدی پسرم. چی شده گنه؟ چرا زود اومدی؟ اتفاق بدی افتاده؟ به آخر داستانمون توی این خونه رسیدیم. تو چی داری میگی؟ بانو میخواد ازم طلاق بگیره. میتونی یواش یواش شروع کنی به جمع کردن وسایلت. اون دختره رو فهمید؟ همه چیز رو میتونه. احتمالا موقع حرف زدن با تو شنیده. خدای خداوند و خودت کمک کن. از چیزی که میترسیدم سرمون اومد. بدبخ شدیم همه چی تموم. نگران نباش، فعلا خطری تهدیدمون نمی کنه. پسرم، یه لحظه اینجا نگهمون نمیدارن. مامان تو سرتو بالا بگیر. انگار که داری خودت جمع و جور میکنی، خب؟ یعنی میخوای قبول کنی؟ چاره دیگه ای نداریم. گنه، به این زودی از زنت دست میکشی؟ دلت برای اون همه زحمتی که کشیدی نمیسوزه؟ به خودت بیا پسرم، به خودت بیا. باشه مامان جان، چشم. تو رو خدا زندگی تو نجات بده، به پاش بیفت، معذرت بخوای. احتیاجی به این کارا نیست. چی داری میگی پسرم؟ چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ نگران نباش، زندگیمو خیلی تغییر نمیکنه. من ترتیب کارا رو دادم. بارشم به خاطر ما خواهرشو راضی میکنه. الو باریش، چه خبر ونوس؟ مزاحم که نیست؟ نه دارم رانندگی میکنم. بهت احتیاج دارم. چی شده؟ میخوام یه کاری برام بکنی. چی؟ به خاطر روزای خوبی که با هم دیگه داشتیم میخوام کمکم کنی، یا به خاطر دیدار آخرمون و درد دلی که کردیم این کارو بکن. تو درد سر افتادی؟ همه چیو بهت میگم، باید زودتر ببینمت. پیغام جدید. اولین پیغام: کوزی، سلام، حالت چطوره عزیزم؟
اگه حال منم میپرسی من خوبم. یادم رفت تو پیغام قبلیم بهت بگم. امروز به گردن بندم رسیدم. وقتی اومدم بیرون با بقیه وسایل شخصیم به هم دادن. حالا دیگه سر جاشه، تو گردنمه. یادت همیشه جنوب رو نشون میداد؟ الان دیگه نشون نمیده. هوا خیلی سرده مگه نه؟ امروز تصمیم گرفتم از این به بعد مثل نامه نوشتن هر روز برات پیغام میفرستم. حرف برای گفتن زیاده. مثلا روز جمعه روز خیلی مهمیه، من طلاق میگیرم. ولی من دادگاه نمیرم، مامانم با وکیلم میره. داره دیگه تموم میشه. تا اون روز خیلی باهات حرف دارم. ولی خب تو گوش میکنی یا نه اینو نمیدونم. شاید دیگه این تلفن رو اصلا استفاده نمیکنی، نمیدونم. شاید هم سیم کارت تو درآوردی و انداختی بیرون. شاید هم مثل دیوونه ها دارم با خودم حرف میزنم. ولی عیبی نداره، این اولین دیوونه بازیم نیست. آدم ها که از هم جدا میشن با هم دیگه حرف میزنن کوزه. اینطوری که بیخبر نمیذارن برن، بیخبر از زندگی همدیگه نمیرن بیرون. شایدم به خاطر نگفتن ایناست، نمیدونم. واسه اینکه حرف تو دلم زیاد دارم سر تو میخورم. اینا استندای جدیدن، اینا هم کافه های ماکاران. زینب، زینب دخترم، فلفلا رو بیار پایین. صبر کن من الان میارم. دمت جان، این گوجه رو هم بده بهشون. بابا جان اینم بگیر. اینا تا یه هفته دیگه شروع به کار میکنن. اینا هم قراره تا آخر امسال افتتاح بشن. فهمیدم. ای جمره دخترم، یکم به دمت کمک کن، بعدا اونا رو میبینی دیگه. خود من انجام میدم. شماره تلفن و آدرساشون هم هست. میخوای به همه شماره ها یکی یکی زنگ بزنی؟ من که میگم به همه شون زنگ نزن. یعنی کوزه میفهمه، هر جا کوزهی بره بهش میگن یه نفر سراغشو میگرفته. وقتی با اتوبوس رفته از نزدیکترین جا شروع کرده دیگه. فکر کنم اول به شبههایی که سر راهش رفته. خب اگه پیداش کنی میری پیشش؟ من فقط میخوام بدونم کجاست. خب نگرانشم، نمیخوام فکر کنم از زندگیم همینطوری گذاشته و رفته. ممنونم زینب جون. خواهش میکنم، درکت میکنم. کارا چطوره؟ خوبه. گفتی یه سوارش بزرگ داری، چی شد؟ رسید؟ رسید. خوبه پس، خوشحالم که رسید. میگم از کوزه خبری نشد؟ اسمس هم نزده؟ نزده. نشنیدم. نزده. جهان این صدا رو کم کن ببینم. معذرت میخوام. بده من. مگه نگفتم سر سفره تلویزیون نگاه نکن پسرم، ها؟ خب امروز اصلا تلویزیون ندیدم، تکالیفم هم که انجام دادم. عادتهای جدید پیدا کردی. غذات سرد شد، زود باش بخورش. باشه میخورم. من جواب میدم. بشین سر جات، عمو سامی جواب میده. بفرمایید. الو چطوری بابا؟ خوبم، تو چطوری؟ راستش همش مشغولیم دیگه، الان فرصت کردم بهت زنگ بزنم. چه کار میکنین؟ حالتون خوبه؟ همه چی خوبه. نمیپرسم کجایی چون میدونم تو راهی.
الان تو رای دیگه؟ آره بابا، یکی دو تا شهرستان بود رفتم اومدم، الانم اومدم اسکیشهر. مغازه اونجا رو کنترل کردم. الانم دارم میرم به سمت کنیا. مواظب خودت باش. حتماً حتماً. آی نور خانم و جهان چطورن؟ خوبن. خوبن. سلام میرسونن. سلامت باشن. بقیه چطورن؟ محله چی؟ همه خوبن؟ مشکلی که پیش نیومده؟ خوبن، مشکلی نیست. کارات چطور پیش میره؟ مشکل خاصی نیست، خوب پیش میره. دارم میرم به همه جا سر بزنم. نیده، کاشتری، سیب. واسه از اونجا میرم ترابزون. اونجا هم یه چند روزی میمونم. به مادر علی هم یه سری میزنم. حالش خیلی بد شده. سلام مارم برسون. حتما میرسونم. بعدش هم میرم چیز، میرم سامسون. ممکنه تا آخر تابستونم اونجا بمونم. جای دیگه ای نمیرم. اینا رو میگی که به گوش جمره برسونه؟ نه بابا، چه رفتی داره آخه؟ این حرفا چیه میزنی؟ کجایی؟ از تصمیمی که گرفتی پشیمونی؟ ای بابا، معلومه که نه. چه ربطی داره؟ آخه من زیاد فرصت نمیکنم، وقت نمیشه زنگ بزنم دیگه، برای همین گفتم بگم که بدونی. عجبا، خیلی بامزه‌ای، به خدا خیلی بانمکی. خیلی خوب پسر، خیلی خوب، کشش نده. ببین چی میگم، تو یه زنگ به گونه‌ای بزن ببین این براک برای چی سراغ منو میگرفته. یه عالمه پیغام فرستاده، کلی زنگ زده. نمیخوام خودم بهش زنگ بزنم، باش حرف بزن ببین جریان چی بوده. خودت آمارشو برام در بیار، بهم خبر بده بابا. باش. با گونه حرف میزنم. مسافرین محترم، لطفاً سوار اتوبوس بشین. اوه اوه بابا، من باید برگردم اتوبوس، از بلنگو گفتن. من دیگه میرم، مواظب خودتون باشین. به خدا سپردمتون. خدا نگهدارت. دایی جون، دمت گرم. حالش چطور بود؟ خوبه. به شما هم سلام رسوند. سلامت باشه. چشمتون روشن عموسم. ممنونه. صدای دلش کوزهی رو شنیدین، حالا دیگه میخندین. مارمولک، غذا تو بخور عزیزم، غذا تو بخور. خوش اومدین آقای باریش. ممنونم. گونه کجاست؟ تو اتاق کارشونن. قضیه رو فهمیدم، یعنی پشت پرده ی ماجرای طلاقو. پرت و پلاس، همشون تهمته؟ همشون مزخرفات جان کاتمان اغلوه. اول آروم آروم به بانو نزدیک شد، بعدش هم مغزشو با این مزخرفات پر کرد. به زن منم نظر داشته، البته بانو گفته بود تو اولین فرصتم زهرشو ریخت. پس قربونی شدی. مهم نیست که باور میکنی یا نه، ولی مجبوری بانو رو متقاعد کنی. نه، این کارو تو برام انجام میدی. چرت نگو. زنمو خیلی دوست دارم، نمیخوام ازش جدا شم. تو هم تو این قضیه به من کمک میکنی. از دست من هیچ کاری حتما میاد. نه اسیر بازی جان میشم، نه هیچ کس دیگه. به هیچ کدومتون نمیبازم. به آخرش رسیدی، آخر خط. بدون درست کردن مشکل محترمانه از زندگیمون برو. تا حقمو نگیرم یه قدم از اینجا بر نمیدارم. ولی بالاخره از اینجا باید بری. نه، تو رابطه‌مو با زنم درست میکنی، بعدشم سهم تو به نام من میکنی. این ماجرام تموم میشه و میره. بهش بگم ببینم چی میگه. خیلی خوب، یکم وقت میخوام.
قبل از اومدن بانو این کارو تموم میکنیم. من که دیوونه شدی؟ فکر میکنی این مسئله یه روز حل میشه؟ بعدش هم اگه یه دفعه سهممو به نام تو کنم مامانم چی فکر میکنه؟ مامانمو ول کن. روزنامه‌ها قیامت میکنن. همه کنجکاو میشن. توجه همه رو به خودمون جلب میکنیم. ببین باریش، اگه میخوای تا آخر عمر کنارت نباشم، کار دیگه ای نمیتونی بکنی. چاره ای نداری. خیلی خوب، نمیگم که انجام نمیدم، ولی فقط یه ذره زمان میخوام. نمیشه. خواهش میکنم. نمیشه. خیلی خوب باشه، پس این کارو میکنیم. جمعه بی سر و صدا جمره رو طلاق میدم، بعدشم روز شنبه بانو و مامان برمیگردن، من و بانو هم یه جوری آرومش میکنیم. کارای انتقال سهامو انجام میدیم. چطوره ها؟ گناهی با تو هم. خیلی خوب باشه، بعدش هم قضیه رو به همه میگیم. اینطوری تا وقتی سهام به نام تو باشه بانو ازت جدا نمیشه، مثلا خود به خود حل میشه. ما همدیگه رو دوست داریم، به خاطر سهام نیست، برای اینکه نمیخوام از هم جدا شیم. بالاخره به جایی که میخواستی، یعنی نوک قلدار رسیدی. شرایط شما به اینجا رسوندین، چه میشه کرد؟ تا آخرین جلسه دادگاه اگه زاره به بارش رو پیدا نکنن چی میشه؟ دیر یا زود پیدا میشه، جستجو ادامه داره. ولی ارتباطی به جمره نداره مگه نه؟ آره. برای شهادت که حتما باید بیام. البته. سوء تفاهم نشه، واقعا از آزاد شدنت خوشحالم، ولی میخوام بدونم، به هر حال بارش گفت کار جمره نیست، یعنی همه چی تمومه؟ اگه تموم نمیشد که آزادش نمیکردن نه؟ آخه برام عجیبه، یعنی ماسمالی کردن اینجور اتفاقا به همین راحتیه؟ البته که نیست. اون که خودش با میله نزده تو سر خودش. آخه چطور تحقیقات متوقف شده؟ تحقیقات که تموم نشده، هنوز ادامه داره. واقعا تموم نشده؟ ما فکر میکردیم تموم شده. البته از طرف شما تموم شده، ولی خب به صورت رسمی هنوز ادامه داره. من که میگم امشب در مورد این چیزا حرف نزنیم. بفرمایید. از آزادیت لذت ببر. از همه ممنونم که دور هم جمع شدیم. از تو هم ممنون که اومدی. ای جانم، دختر خوشگلم، عزیز دلم، ازم جدا نکنن. آمین. بدی خودم میارم. مگه میشه؟ شما بشینین من میارم. مادر و دختر امشب فقط لذت ببری. آی یکی یه دونه مامان، عزیز دلم، قربونت برم. بالاخره یه خنده از خاله گلتن دیدی. دیگه روزای تلخ تموم شد. ای خدا، هزار مرتبه شکرت. ای خدا، از همتون واقعا ممنونم، تو روزای سخت کنارمون بودین، مامانمو تنها نذاشتی. دستشون درد نکنه به خدا، هر روز اومدن، هر روز بهم سر زدن. منم همتونو کنار خودم حس کردم، از همتون انرژی گرفتم، اونجا که زمان نمیگذشت همش به روزای خوبی که با هم بودیم فکر میکردم. برای گم نکردن راهم همش به عزیزانم پناه می آوردم. به هر حال هممون از این امتحان سخت بیرون اومدیم. امیدوارم از این به بعد لحظه هایی داشته باشیم که اون روزا رو فراموش کنیم. ای خدا، روزای بدو بهمون نشون نده خدایا. خوشحالم که هستی. به خاطر دوستی و محبتتون ممنونم. به سلامتی جمره. به سلامتی همه اونایی که هستن و نیستن. حسین آقا. اومدم. گفتم یه موزیک بذاریم حالمون جا بیاد. بذاریم. این کوزه نیست؟ واقعا خیلی شبیه صدای کوزه‌ایه. آی حسین آقا، صدای کوزه رو گذاشتی؟ یه آهنگ شاد میذارم. فقراتم.
پیغام جدید. صبح بخیر، امروز حالت چطوره؟ کارای ما کارا خوب پیش میره؟ خیلی خسته میشی؟ منم تو خونه حوصله‌ام سر میره. مامانم میگه یه کاری بکنیم بریم تعطیلات، ولی هی منصرف میشی. میخوام یه کار پیدا کنم کوزهی. شبت بخیر عزیزم. چه خبر؟ امشب کجا میخوای بری؟ هنوز از پرسیدن سوالای بی جوابم خسته نشدم. هیچ وقتم خسته نمیشم. مامانم میگه یه کافه کوچیک بزنی. پولی که از بابام مونده رو استفاده کنی. میدونی که من اون پولو برگردونده بودم، ولی وکیلم دوباره به حسابم واریز کرده. نمیدونم، الانم انقدر پولدار نیستم که بخوام این احمقا ردش کنم. امروز رسما طلاق گرفتم. دیگه تموم شد. راحت شدم. این باکس موبایلت پر نشده؟ فکر کنم مرتب پیغامای منو گوش میکنی. گوش میکنی دیگه نه؟ الو کوزه، صدامو شنیدی؟ میشنوی پسر بور زردک؟ دوست دارم. سلام، خوش اومدی. کوزه الان سامسونه. چی؟ بالاخره ردش رو پیدا کردم. مطمئنی دیگه؟ آره. ببین، پرینت قرارداد رو گرفتم، امضاشم هست. از شعبه سامسون اومده، یعنی دو روز پشت سر هم از یه جا فرستاده. اونجا دو تا کافه ماکارای جدید باز میشه، یعنی کارش طول میکشه. یعنی اینطوری میتونی پیداش کنی. زینب خیلی خیلی ازت ممنونم.